تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن توفیقی بود که ما آیه به آیه تلاوتش رو شنیدیم و هر آیه هم 4 دقیقه، 3 دقیقه، 8 دقیقه، 7 دقیقه تفسیر قطعی داشتیم. به جزء 22 سوره احزاب الان آیه 43 هستیم. بشنوید. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. خداوند او کسی است که بر شما درود میفرسته، فرشتگان اون هم بر شما درود میفرستند تا شما را از تاریکی های کفر و شرک و جهل و تفرقه و خرافات به نور ایمان و تقوا و علم و وحدت درآورند. خداوند نسبت به مؤمنین مهربانه. خب در آیه قبل فرمود ذکر خدا بکنید، اینجا میگه خدا یاد شما میکنه. اذکرونی اذکرکم، شما یاد من کردید منم یاد شما میکنم. هو الذی یصلی علیکم، خدا به شما درود میفرسته. نه فقط شما یاد خدا میکنید، خدا یاد شما میکنه. ما یاد خدا کنیم چیزی گیر خدا نمیاد، بل خدا یاد ما کنه خیلی زیر ما میاد. ما رو به خورشید خونه بسازیم چیزی گیر خورشید نمیاد، اما خورشید به اتاق ما بتابه خیلی زیر ما میاد. در این که در راه تعلیم و تربیت و دعوت چیه؟ قرآن میگه راهش محبته. از راه محبت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، طفل به جمعه به مکتب آورد، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. میگه از راه درود و سلام و صلوات، اگر خواستید امر معروف و نهی از منکر کنید، اگر خواستید مردم را از ظلمات به نور دعوت کنید، راهش راه محبته. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، فرشته ها به ما درود میفرستن. بله آیات دیگه هم داریم تو قرآن که مثلا فرمود که و یستغفرون للذین آمنوا، این فرشته ها برای شما استغفار میکنن. خب انسان در خارج شدن از ظلمات به امداد الهی نیاز داره، این عقل و علم کافی نیست. هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم، با دست خدا دست منو بگیره تو از ظلمات. خیلی ها علم دارن زیاد، خیلی مطالعه کردن، عقلشون هم خوبه، اما بازم منحرفن. ظلمات جمعه، چرا؟ برای که ظلمت جهل، ظلمت شرک، ظلمت تفرقه، ظلمت غفلت، ظلمت خرافات، ظلمات. اما نور جمع نیست، نور مفرده. از ظلمات زیادی خدا شما رو نجات میده. خب آخر آیه فرمود و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند نسبت به مؤمنین رحمت ویژه داره. اگر میخواد رحمت خدا شامل هاتون بشه، شما به سمت ایمان بیای، خدا دستتون رو میگیره. آیه 44 چه میگه؟ بشنوید. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما، تحیت خدا روزی را که خدا اونا رو ملاقات کنه سلامه، خداوند برای اونها پاداش نیکو فراهم کرده. کلمه تحیت از حیات به معنی دعا کردن برای سلامتی و حیات دیگرانه. درود بر اینها، درود اینها روزی که خدا رو ملاقات کنن، مراد از روز ملاقات خدا یعنی روز ملاقات قیامت، چون اونجاست که انسان کیفر خودش رو از خدا دریافت میگیره، پاداش خودش از خدا دریافت میگیره. تحیت آنها روز قیامت سلامه. روز قیامت خیلی همه به هم دست شعارشون سلامه، فرشته ها به انسان سلام میکنن سلام علیکم، خود بهشتی ها به هم دیگه سلام میکنن الا قیلن سلام سلاما، سلام قولا من رب الرحیم، خدا سلام میکنه، فرشته ها سلام میکنن، مؤمنین به هم دیگه سلام میکنن. تحیتشون روز ملاقات سلام است. خداوند عزل کریم بر اینها قرار داده. تو قرآن هم عزل کریم داریم هم عزل عظیم داریم، یعنی هم از بزرگ هم بزرگوارانه هست. آیه 45 بشنوید. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا،
آیه 46 و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا آیه 47 و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ای پیغمبر ما تو را برای مردم شاهد قرار دادیم تو شاهد بر مردم هستی آیات دیگه هم هست روایت هم داریم که هر کس هر کاری میکنه پیغمبر گواه است ما شما را تو را شاهد قرار دادیم مبشر بشارت دهنده نذیر هشدار دهنده داعیان الالله تو دعوت به سوی خدا میکنی به اذن خدا سراج منیرا تو چراغی تابان هستی در این دعای نقش پیغمبر در جامعه بیان شده پیغمبر وظیفه چیه؟ شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله و سراجم منیرا اینا شرح وظیفه پیغمبر تو این دو دعایه در مقابل یعنی باید نقش و مسئولیت افراد به اونها و به جامعه اعلام بشه که ای چیه و رسالتش چیه در مقابل پیغمبر افرادی که نیش میزنن تحقیر میکنن باید اولیاء خدا تجلیل بشن در این آیه در مقابل نیش ها و آزار دشمن پیغمبر تجلیل شده چون آیه بعد می فرماد ودع عزاهم ما الان آیه 45 ایم آیه 48 می فرماد ولا تطع الکافرین و المنافقین ودع عزاهم اذیتشون رو رها کن یعنی خداوند به پیغمبر میگه تو اینی تو شاهدی تو مبشری تو نذیری تو سخنگوی اسلام هستی دعوت کننده به حق هستی در این دو تا آیه خداوند از پیغمبرش تجلیل میکنه در مقابل اون نیشا که میگه ودع عزاهم اینا اذیتت میکنن رهاشو کن در مقابل اون نیشا از پیغمبر تجلیل میکنه خب یکی میگه پیغمبر شاهده باید همیشه شاهد به کسیست که کسی باید شاهد باشه که عادل باشه و بدونه چون اگر شاهد یادش بره که نمیدونه یکی میگه پیغمبر شاهده این چه؟ یعنی در صحنه حاضره اعمال ما رو میبینه سیر الله عملکم و رسوله قرآن هم فرماد عمل شما رو خدا میدونه خدا میبینه رسول میبینه مؤمنون هم میبینن منطقه از مؤمنین روایت شده یعنی اهل بیت پیغمبر میدونن روایاتی داریم که هر هفته کارهای ما به امام زمان علیه السلام عرضه داده میشه اگر کارهای ما خوب باشه حضرت خوشحال میشه اگر کارهای ما بد باشه امام زمان علیه السلام ناراحت میشه ما شاهد تو را شاهد قرار دادیم مبشر قرار دادیم بشارت بدی به مؤمنین هشدار بدی به مخالفین دعوت کنیم مردم را به سوی خدا به اذنه این دعوت هم به اذن خداست و سراج منی را تو چراغ تابان هستیم پیغمبر در جامعه یه چراغ هدایته که نورش سبب رشد میشه سبب حرکت میشه سبب تشخیص حق و باطل میشه و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضل کبیر به مؤمنین بشارت بده که برای اینها فضل کبیری است خب این چند تا آیه هم تمام خدا یا به ما توفیق بده رفتار و گفتار و افکار و نیات جوری بشه که هر لحظه کار ما به پیغمبر عرضه داده شد پیغمبر از ما شاد باشه ما برای پیغمبر اسلام امت خوبی باشیم برای امیرالمومنین شیعه خوبی باشیم و بر حضرت مهدی علیه السلام یاور خوبی باشیم ایمانی به ما بده که در مقابل موجها و نیشها خط و گم نکنیم این چند تا آیه کوتاه تمام شد بریم سراغ آیه 48 و السلام علیکم و رحمت الله